مهراوه شریفی نیا از بازیگرای محبوب عرصه بازیگری که این روزا کمکار شده، اما در عوض خانم تو اینستاگرام اکتیو و رو بورس. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. مهراوه شریفی نیا رو میشه یکی از دوست داشتنی ترین هنرمندان سینما دونست که کلن همه جوره خوبه. حالا ممکنه بگین مثلا چجوریا، که خب باید بگیم مهراوه شریفی نیا میشه گفت هم چهرهی خوشگل داره که با وجود نشرال بودنش واقعا زیباست. دوم این که مهراوه شریفی نیا از لحاظ استعداد و توانایی در بازیگری هم از نمره 20 کلاسه و واقعا انتخاب خوبی برای شغلش بوده. و اما مورد بعدی اینه که مهراوه شریفی نیا یه دختر بی‌حاشیه و مهربونه که اصلا سیس اومدن و غرور تو کارش نیست و به مانند چهره هایی مثلا نازنین کریمی فکر نمی کنه چون مشهور دنیا رو فتح کرده. از طرفی هم میشه گفت مهراوه شریفی نیا تو فاز سینما و تلویزیون نیست و تو هر دو مشغوله، که خب این گزینه هم نکته مثبته، چرا که خیلی از بازیگران همانند ترلان پروانه و یا سحر دولتشاهی و غیره هستند که از نردبان این جعبه جادویی بالا رفتن و حالا دیگه تو کلاس کاریشون نمیدونن که کمتر از سینما باشن. مهراوه شریفی نیا از فعالین اینستاگرام و کلا خیلی عکس میذاره و این مدلی هم نیستش که بگه حتما باید برم آتلیه و عکسام با فلان لباس و آرایش باشم و اینطور اطوارها، بلکه به مانند همه مردم عادی در هر کجا هم که دوست داشته باشه گوشی رو در میاره و تمام. خب دیگه حتی اگه فیلم و سریال ایرانی هم زیاد ندیده باشید باز میدونید که مهراوه شریفی نیا خواهر کدوم بازیگره و از کدوم بازیگرها زاده شده. مهراوه بانو انگاری این بازیگر بودنه تو گوشت و خونشه، چرا که وقتی پدری همچون محمد رضا شریفی نیا و مادری مثل آزیتا حاجیان داشته باشی دیگه چه چیز برای ورود به بازیگری کم داری؟ آبجی کوچیکه خانم هم که معرف حضورتون هستن ملیکا شریفی نیا میباشن که ایشون هم سالهاست بازیگره ولی نسبت به آبجی بزرگه خیلی عقبه. مهراوه شریفی نیا بعد از بازی در سریال کیمیا خیلی محبوب تر شد، که البته بازی در سریال خداحافظ بچه هم خانم بازیگر رو تو دلبرو تر کرده بود. این بازیگر جوان کشورمون تا به اینجا تونسته بیش از 6.5 میلیون فالوور جذب کنه که به کمک انتشار تصاویر نامتعارف و یا تبلیغات و نشون دادن آرایش های مختلف نبوده و هرچه که هست دوستدار خانم ها هستن. دیگه همه ما میدونیم که تلویزیون از همه لحاظ، چه پوششی و چه دیالوگی، به شدت محدودیت داره و کاملا چهارچوب رو رعایت میکنن، اما بعد از اون سینما خیلی آزادانه تر عمل میکنه و این مدلیه که خانم و آقایون بازیگر مثلا یهو محرم میشن و میتونن به هم دست بزنن و یا از تیپ و استایل های راحت استفاده میشه. ولی بعد از همه اینها میرسیم به تئاتری که از سینما هم بدتره و به راحتی دیالوگ های جنسی و لباس های ناجور دیده میشه، جوری که برای برخی از کارها باید ابتدا متوجه بشی چه جور تئاتریه تا با خانواده بری یا نه. البته که این مزاح بوده و جنبه تیکه هم داشت، اما باید گفت مهراوه شریفی نیا نیز تصویری در تئاتر داره که در صحنه ای خاص کاملا امیر جعفری رو در آغوش گرفته، که خب این سوال پیش میاد چرا این سه فضا اینقدر با هم متفاوتن؟ خب این همه از مهراوه بانو گفتیم و تعریف کردیم، اما از نکات انتقادی هم که وجود داره باید به این موضوع اشاره کنیم که مهراوه شریفی نیا در کل بی‌حاشیه هستش و سعی داره تا در هیچ موضوعی هم اظهار نظر نکنه تا چیزی پیش نیاد. اما گاهی تیپ و استایل های این بازیگر دهه 60 مورد انتقاد قرار میگیره و میره تو حاشیه. مهراوه علاقه زیادی داره که روپاهاش مانور بده و خب چون سفید پوست هم هست زیبایی زنانش رو برابر خواهد شد. مهراوه شریفی نیا در 29 فروردین ماه 1360 در تهران متولد شد. اون دیپلم ریاضی فیزیک داره و مشغول تحصیل در رشته موسیقی در دانشگاه هنر تهران میباشد و ساز تخصصی او پیانوست. شریفی نیا یک ترم در رشته کارگردانی سینما درس خواند، اما از ادامه تحصیل در این رشته انصراف داد. دوستان عزیز، نظر شما درباره خانم بازیگر چیست؟ حتما داخل کامنت ها برامون بنویسید. ممنونم از همراهی شما.
اگر علاقه من به سینما و حواشی اون هستید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون که تا انتها همراه من بودید. عاشقتون هستم. در ویدیوهای بعدی میبینمتون.